مهم خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. به اساس توافق قبلی باید زندان بگرام را دولت افغانستان تسلیم می گرفت، اما نسبت نبود ظرفیت لازم در دولت افغانستان این پروسه به تعویق افتاد. اکنون رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه تعهد سپرده است که زندان بگرام را از جانب امریکا تسلیم می گرفت. این که رئیس جمهور کرزی بر این تعهد خود چقدر می تواند که امین تعهد خود را عملی بسازد در آینده های نزدیک یا خیر، در برنامه کنونی کاوش خبر داغ با مهمانان گرامی من آقای محمد نعیم لالای حمیدزی نماینده مردم در ولسی جرگه، آقای نجیب الله انتظار کوهدامنی تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای پوهاند استاد زیان نیکبین استاد پهنتون به بس میگیریم. مهمانان گرامی خوش آمدید به برنامه کنونی کاوش خبر داغ. جناب وکیل صاحب، در آغاز میخوایم از شما بپرسم که اکنون شما وضعیت زندان های کشور را چگونه ارزیابی میکنین؟ دلی او میروان خدای فنما بسم الله الرحمن الرحیم نیکی هیلی سلامون تاسو ستاسو دو تلویزیون ټولو کارکون کو تر سره په میس کې ملګرو ته اول دی خدای هغه شه د افغانستان ټول شیدان او شه بل خصوص په داخره کې چې زمرد شورای وکیل بیگ صاحب د تخرف ولایت کې شهید سو هغه په کندهار کې چې ودا سو ورځې در مخه په هین تیاری هم کې شیدان او سره خدای دې موږ افغانان نور دغه سي مشکلات سره مخ مخ کې را وسم خاص موضوع ته په دا اوس وختو کې د بګرام د زندان موضوع یا د هغه خارجیانو سره چې کوم زندانونه دي زموږ د افغانستان رئیس جمهور وایي چې دا او د دا یو ټیم ورته جوړ کړی دی وایي چې دا د موضوع د راانتقال شي افغان ځواکونو ته او پروسه ښه پروسه ده که په دقیق په دې پروسه باندې کار وسي او فکر کې وسي د حکومت په وینا باندې چې پر دې پروسه باندې دوی دوه کاله شاوخوا کېږي یا یو نیم کال چې پر دې پروسه باندې کار شروع کړی دی دوی غواړي په هین شکل لکه د انتقال پروسه چې ده په دا شکل باندې دوی د زندانی موضوع راواړي او رښتیا هم که دا فروسا افغانی سی دا به ډېره ښه وي خو د دې په څنګ کې زموږ دغه څو مملکته خارجیان چې راغلي چې لس یوولس کاله کېږي په افغانستان کې دوی درې اوسه ساعته پورې موږ ته په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه باندې زموږ هغه ارګانونه مربوطه ارګانونه که عدلیه او قضایي ارګانونه په هغه اندازه باندې چې په کار و په هغه اندازه نه دي راته جوړ کړي نه په هغه اندازه باندې زندانونه موږ ته جوړ کړي دي موږ په دغه څو کلونو کې د دې ځینو پېښو شاهدان یو چې درې ځله د کندهار مباس د پل چرخي د مباس سات په هلمند کې داسې په ډېرو ولایتو کې چې نومونه باید د څو ولایتو سره واخلي چې بندیان وتښتېدل او رښتیا هم د خارجیانو دا نن زه په انګلیس کې یو ځای ته تللی وم په مجلس کې یو جنرال ناست و هغه جنرال زما څخه دا پوښتنه وکړه چې ته په ولسي جرګه کې یو د وکیلې او د کندهار د وکیل په صفت باندې زه ستاسو یو پوښتنه کوم چې ستاسو رئیس صاحب جمهور وایي چې دغه بندیان دي راانتقال شي زموږ ځواکونو ته ته خپله فکر وکړه ته د کندهار وکیلې درې ځله په کندهار کې د مابس مات شو درې ځله بندیان ځینې ولاړه آیا هلته په داخل کې عدلیه وزارت داخله وزارت هغه کشمي ارګانونه هلته په کار و چې درې ځله ولاړو د دې تضمیم او ضمانت به څوک کوي چې ستاسو حکومت په د دې بندیانو په درست ډول باندې نگهبانی وکړي د دې په جواب کې ما یو شی ورته خو چې و خبره واقعیت وه او پر ځای باندې وله په جواب کې ما دا ورته وویل چې ستاسو سره په بګرام کې زندان په زندانیان یا هغه بندیان د کومې محکمې پرته تاسو د ځانه سره ساتئ یو بندي څلور کاله کېږي دی بندي شپږ کاله لس کاله کېږي تاسو راوړي تر اوسه پورې نه تحقیق نه هلته پوښتنه نه قاضي هېڅ خبره نشته حتی پر دوه رکاته لمونځ باندې مې د مرند ولسوالۍ سره تېره شوه که شما فرمودین که وکیل ندارن یا قاضی وجود ندارد در حالت بدون سرنوشت به سر میبرن این در زندان هایی که تحت کنترل دولت افغانستان هم است این مشکل وجود دارد حالا از دیدگاه شما این که 2000 زندانیه که یا بیش از 2000 زندانیه که در بگرام زندانی هستند و مربوط به دولت افغانستان شوند یا
تحت کنترل دولت افغانستان اینها شدن، فکر نمی کنید که حجم کار در اداراتی که زیربط هستند بیشتر و بیشتر میشه و مردم بیشتر مورد اذیت همین کسان قرار می گیرند که دوسیه هایشان سالها است که در اینجا باقی است و کس بالا نمی کنند؟ دستی دی کسری پر دواکیت پر بندیار بندی وجه گیری زباده اختلا یه جمله خبر و فرکم سی مال پر دوارکات المنز بندیار بستلی دی نماشان منزد وی بزگر بلر دی امریکایان ورطه بریجی پرشتن زیلی که یه ورز درمه خلطه دی کمتا توغنده یه راکیتون ورشاک سوی دی دی پرشتن زیلی که چی دا تسکه دی ارتوائی چی دره رکات المنز دا ماشان دا مکری دی دو رکات المنز کم ترجمان ارتوائی چی دی دره راکیتی بی پر کری دی دو راکیتی نور پر رویم او پا داغ شکل بندی چی دا زندان دا بگرام پا زندان که دا کم دندیان چی علت ساتل کیجی دا پا غیر کانونی دول بندی ساتل کیجی رشتی از مش حکومت زوف مری دخپن حکومت زوف زن نپوتایم ما اکثر پا مزوی که ویل دی خو پا داغ شکل بندی نکیجی چی علت پا کلونو کلونو بندی زندانیان وساتی دا بلی خواست یو خاص موضوع تا بود ولی باتا و جو دخل بی مرارو آکی کت ولی مجنوائی پا کم وقتی چی ملا مدمار با تور لیس اس امریکا دا ایلان که چی ملا مدمار پا تور لیس که نست او دا بلی خواست دا ایلان که چی طالبان زمش دشمنان ندی دا بلی خواست پا کتر که طالبان تا سیاسی پا نای ورکی او دا خبرو زمینه حال تا ورطا مسایدی دا غا خلق چی دلتا پا بگرام پا زندان که راستی آیا دا در آغا در ملا مدمار و در ملا پازر چی پا گونتنامو که دی یا آغا طالبان چی دیوست مذاکره ورطا که دا در آغوی دیر گناگاره دی دلتا نو یوشتم کرن دی په یوشتم کرن کې خلک مرغان د زندانو سره باسي هغه څوک که ګناهګار وي یا جرم درلود یا جرم کړی ولو هغه به زموږ حکومت هم دې ته لیواله سي خوال په کار دا وه چې دوی ښه درسته حکومتداري موږ سره جوړه کړې وی زموږ سره کومکونه کړي وی په قضایي بخش په عدلي بخش په هر بخش کې دا چې هم نه دي کړي نو اوس هغه خلک چې مجرمان ول زموږ په افغانستان کې هم قضا سته قضا وجود لري سرهدوالي وجود لري محکمه وجود لري محکم سته دلته هر څه چې شته اسلامی حکومتی په دې کې به هغه څوک چې لازم و خپله جزا به وویني هغه څوک چې مظلوم خلک و بې ګناه با توجه به فساد که حکمون حاکم است همین زندانیان صادقانه محاکمه شوند داسې دی که موضوع د زندان ده پر فساد باندې که وژغېږو دا فساد یې ملک ته چا راوړی دي موږ یوازې داسې نسو ویلی چې زموږ حکومت په فساد کې غرق دی په نړۍ کې موږ په فساد کې اوس اول درییم بیا دویم اوس لومړنی مقام لرو په فساد په اندازه باندې ډېر دی په هر بخش کې موږ فساد لرو دلته چې هره اداره نوې جوړېږي د هغه ادارې پر ضد اوس د موادي مخدر پر ضد باندې ادارې جوړېږي در هغه ډېر سوي د فساد پر ضد څو ادارې جوړې سوې در هغه ډېر سوي دلته که څه افغانستانه سره کومکونه سوي دي په سل کې نوي فیصده پیسې دغه قراردادیانو غلا کړي دي او لس فیصده لګېدلي دي پس که زموږ د حکومت سره کومک سوي دي زموږ د حکومت سره زموږ حکومت هم درست نه دی لګولی جناب استاد از دیدگاه شما چرا طی سالهای گذشته دولت افغانستان نتوانست از زندانیانی که در زندان تحت کنترل دولت افغانستان قرار داشتند محافظت کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه شما بیننده های نهایت گرامی و دوست داشتنی شما و میهمانان عزیزی که در میز با ما هستند اساسا یکی از خصوصیت های دولت های ملی و مستقل همی هست که اینا باید از حاکمیت تام بر قوای سیگانی دولت داشته باشه و بعد تمام افراد جامعه بر اساس قانون اساسی افغانستان بر اساس قانون جزای دولت افغانستان در مطابقت با همه قوانین مورد مجازات و مکافات قرار دارد. سپاس. اما چرا دولت افغانستان نتوانست که طی سالهای گذشته همان گونه که در اوایل سال جاری زندانیان فرار کردن از زندان قندهار نتوانست که خوبتر و بهتر زندانیان را محافظت بکنن؟ ببینن مسئله اساسی هستی هست که در یک دهه که گذشت شواهد نشان داد که بنابر نبود حاکمیت قانون در جامعه بنابر ضعف مدیریت و بنابر فساد گسترده که در داخل نظام وجود دارد این هم باعث به وجود آمدن بیباوری مردم نسبت به دولت و هم نسبت به بیباوری جامعه جهانی نسبت به دولت کنونی افغانستان این مسئله شده است. به می حساس است که حال هنوز در نزد جامعه جهانی همی
باور و اطمینان به وجود نیامده که اگر ما این زندانی ها را تسلیم دولت افغانستان بکنیم در مطابقت با قانون عدالت اجتماعی بر اینا تطبیق میشه و یا اینا باور ندارن که آیا می زندانی ها میشه از اینا نظارت و کنترل جدید عمل ده یا ایست که باز هم مانند زندانی ها شما چی است استاد؟ حالا از دیدگاه شما اگر دولت افغانستان این زندانیانی که بیشتر از 2000 هستند در زندان بگرام بسر میبرند مسئولیتشان را میگیرد، فکر نمی کنید که همان داستانی که در سال جاری در قندهار تکرار شد باز هم تکرار شد؟ بر اساس قانون، یعنی یک دولت مستقل و یک دولتی که صاحب حاکمیت قانون در جامعه باشه و استقلال و تمامیت ارزش مربوط به خودش باشه، وظیفه مکافات و مجازات هم از عبدوی از افرادش مربوط بهی است. واقعیت در واقعیت اگر ما از لحاظ مسائل حقوقی به بررسی بکریم شما از نگاه حقوقی این مسئولیت دولت افغانستان است که باید زندانیان خود را محافظت کنه. از لحاظ مسائل حقوقی اترک میکنه که دولت افغانستان با تمام ادبایش اگر واقعا این زندانی ها ادبای افغانستان هستند اینا باید در مطابقت با قانون اساسی افغانستان، در مطابقت با قانون جزای افغانستان، در مطابقت با قوانین عدلی و قضایی دولت افغانستان اینا باید از تحت محاکمه قرار بگیرن بعد از اینکه جرمشان ثابت شد و اینا واقعا مجرم شناخته شدن در مطابقت با قانون اینا باید از مجازات شدن. ولی به هیچ وجه حضور از اینا در زندان های خارجی ها که قانون اساسی افغانستان در اوج بالا شد موضوع برمیگردیم استاد. تشکر. بنده های گرامی، با توجه به اینکه این مسئله مربوط به بعض از ارگان ها هم میشد، اما با تماسی که با وزارت محترم عدلیه داشتیم اونا گفتن که این مسئله مربوط به وزارت محترم داخله میشود و زمانی که با وزارت داخله تماس گرفتیم گفتن که در وزارت دفاع کمیسیون ساخته شده است که باید این مسئله تحقیق کنن. بعد با وزارت دفاع ملی که تماس گرفتیم کسی حاضر نشد سرانجام که در میز کنونی شرکت کند و پاسخگو باشد. بس را ادامه میتیم به آقای نجیب الله انتظار کهدامنی. آقای کهدامنی، همان گونه که گفته شده است که در زندانهای دولت افغانستان نقض حقوق بشر صورت میگیرد، حالا دیدگاه شما چیز در این مورد چرا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما میهمانان عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون افغان. ببینین، نه تنها در زندانهای دولت افغانستان بلکه از او شدیدتر در زندانهای خود امریکایی ها حقوق بشر زیر پا میشه و با این زندانی ها رویه غیر انسانی صورت میگیره. به هر صورتش این در تمام زندانها در تمام دنیا این رقم برکات وجود داره. ما فکر میکنم که هنوز دولت افغانستان توانایی نگهداری از این زندانی ها را نداره. چرا؟ باید گفت دقیقت واگذاری زندان بگرام به یک حکومت که مسئولیت پذیر و پابند به قانون باشه یک پیروزی به شمار میره، ولی نه به دولت افغانستان. شما ببینین همه قسم که وکیل صاحب یادآور شدن، سه بار زندان قندار زندانی های بسیار خطرناک فرار کردن. از زندان پلوچرخی یک محبوسی که به اعدام محکوم بود فرار کرد. در زمان از زندان خود بگرام از پیش خود امریکایی ها 3-4 روز به شبکه القاعده فرار کرد. از خود زندان امریکایی ها این یک موضوع بسیار پیچیده است، مسئله پروژه طالب و القاعده و زندانیایشان. اما در کل در قسمت شکنجه زندانیان ببینین، شکنجه امروز به حدی که در زندانهای خارجی هست در زندانهای افغانستان نظر به او کمتر است. و تا زمانی که یک دولت مسئولیت پذیر نباشه، امروز در افغانستان شما ببینین به ده ها هزار انسانهایی که بدون موجب در موضوعات بسیار کوچک اینا در زندان بسر میبرن، به اونا اصلا هیچ توجه نمیشه. این دولت افغانستان به بسیار موضوعات عادی رسیدگی کرده نمیتونه، چی بسا به تروریسم، القاعده و زندانیان طالب. در صورتی که دولت افغانستان این توانایی را میداشت، ما شما دیدیم سال گذشته هم رئیس به جمهور همین موضوع را پیشنهاد کردن، یک تعداد از بندی ها از گوانتانامو و از زندان بگرام اینا رها شدن، به دولت افغانستان تسلیم شدن. ما شما دیدیم که بندی از طرف رئیس جمهور یک تعدادش بخشیده شدن و رفتن. در کل دولت افغانستان توانایی نگهداری زندانیان خطرناک را ندارد. شما این است آقای کهدامنی که یعنی در نگهداری زندانیان معامله صورت میگیرد و زندانیان رها میشه از سوی دولت افغانستان؟ ببینید، نه تنها از طرف دولت افغانستان، دیگه حلقات بیرونی هست. هر حلقات باشد از دیدگاه شما معاملت یا
تحت معامله می باشد که این زندانیان رها میشن؟ امروز این دولت در فساد غرق است و شما خودتان میبینین از طریق مطبوعات دولتی که در فساد غرق است او چطور میتونه از این زندانی های خطرناک بیارن نگهداری بکنه؟ در کل هنوز دولت افغانستان توانایی را نداره و در این زندان ها تروریست ها اگر این زندانی ها تسلیم به حکومت افغانستان شده ببینین دست استخبارات منطقوی در حکومت افغانستان بسیار نزدیک و دراز است. یعنی همه علاقات خارجی استخبارات خارجی در صورتی که زندانیا به دولت افغانستان سپرده شود توانایی از این داره که بسیار هرچی عاجلتر و زودتر این تروریست ها را از زندان رها بکنه، از زندان دولت افغانستان. ولی در زندان خارجی ها این بسیار مشکل است و در زندان خارجی ها هم یک تعداد مردم از بسیاری از ولایت های افغانستان بناحق آوردن در زندان ها انداختن. اگر دولت افغانستان خواسته باشد به جای او زندانی های خطرناکه که با زندگی مردم افغانستان بازی میکنن اما افراد بیگناه را تشخیص کنه با امریکایی و اون افراد بیگناه را بگره و در مقابل ضمانت قوی دوباره رها بکنه. سپاس. حالا چی فکر میکنید اگر این زندانی ها برای دولت افغانستان تسلیم داده شود باز هم همان سناریویی که قبلا یادآور شدم که فرار کردن از زندان باز هم تکرار نخواهد شد و یا هم معامله در مقابل از اینها صورت نخواهد گرفت با جناها و حلقات مختلف؟ در کل اینمی موضوع زندانی ها برمیگرده به اینمی دفتر قطر و مصالحه با طالبا. در صورت اگر مذاکره با طالبا که از طرف امریکا صورت میگیره اگر این نتیجه بده یک تعداد امکان داره یک تعداد زندانی های طالبا را به دولت افغانستان امریکایی ها تسلیم بکنند و از طریق دولت افغانستان و از طریق شورای صلح اینا را رها بکنند. در کل اگر صورت نگیره و این زندانی ها تسلیم دولت افغانستان شود شما مطمئن باشین که در مقابل معاملات بسیار تعداد زیاد از این مبوسین دوباره آزاد برمیگردیم. آقای حمید زید، چیزی که خیلی ها جالب و مهم است و این که گفته می شود در برخ موارد زندانیان در زندان های دولتی افغانستان یا توسط پول و یا هم توسط واسطه رها می گردن. حالا دیدگاه شما در این مورد چیست؟ چرا چنین است؟ دست دی کسری دو واقعیت پر بنیاد بندی و جغیجی افغانستان که دا نوی خبر نده چې څوک په وایسته ایله کېږي یا څوک د پیسو په مقابل کې ایله کېږي خو بدبختانه اوس خو ما لکه اولې خبرې ته راځم چې افغانستان په نړۍ کې نومړی مقام یا دویم مقام په فساد کې لري هم په دا شکل په مواد مخدر په انتقال کې دغه خبرې خو ستا خو داسې دغسې ډلې سره راشوه سوي دي په دغسې ډلو باندې دغه حکومت جوړ دی د ال لاره او ښه لاره زما په هند باندې دا ده چې زه خپله د دې خبرې طرفدار یم چې ملا مدوبر د تور لیسته وځي او طالبان قطر ته ځي او امریکا دا اعلان کوي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او د ګوانتانامو د بندیانو خبرې کېږي چې ایله کېږي. زه وایم هغه څوک که په خلکي کې که په چمي کې که مجاهد کې که په هر اورګه که په طالب کې چې څوک ادعا لري چې د چا ورور وژلی دي څوک یې ترور کړی دي چا ته یې مشکل پیش کړی دي هغه سې په هره ډله کې باید د خپل عمل جزا وویني. نور دغه جنګ دا اوس کومه سلسله او یا کوم غوبل چې په افغانستان کې روان دی په قط چوکۍ دپاره روان دی دغه خلک راغلي دي په نظام کې ځای پر ځای شوي دي هغه یوه ډله د باندې پاته ده. دغه ډله دوم راولي که حزب اسلامي دي که طالبان دې سره راځي ولې دلی دې په ګډه باندې حکومت سره جوړ کړي. زه خپل یوازې د دې بندیخانې نه بلکې د دا جنګ طرفدار نه یم چې دا اوس غوبل په افغانستان کې روان دي دا جنګ ولې اوسي دا جنګ طرفدار نه یم. شرایط طالبان آزادی زندانیان است برای مذاکره. فکر میکنید که با آزادی زندانیان هم طالبان بتوانند که به صلح روی بیاورند و تفنگ را بر زمین بگذارند؟ داسې دی د خارجیانو خپل د ځینې خارجیانو خپله دا زموږ حکومت دونه ناتوانه کوي او دغسې بې وعدو کوي چې دوی اوس ټولې خبرې راغلي د شپې پر عملیات ودرېدي چې دوی خارجیانو ته وایي دلته هر څه اصول لرو فرنسیف لرو د اسلام د نګاه سه قانون دلته لرو قانوني اساسي سته مشکل پچیش جوړ کړی دی دغه خارجیان چې زموږ په کومک راغلي دي د تروریزم د القاعده او د مواد مخدر د ورکولو دپاره ټولې دنیا ته دا جوته او معلومه شوه چې د تروریزم ځالې په افغانستان کې نه بلکې د پولې
خواته دي دوه ګوندیان لکه ایران او پاکستان هم د تروریزم شاته هغه ولاړ دي اټوي مواد دوی سره دي اټم دوی جوړي هغه پرمختللي وسایل دوی سره دي دلته غواړي چې په دغه غوبل کې دغه کوم مشکل چې اوس امریکایانو ته یا ناټو ته یا ساتو جوړ کړي دي خپله دا دوه ګوندیان جوړ کړي دي ځینې وختو کې زموږ په حکومت کې هم ځینې په دا دېرش کاله په بدبختۍ کې ځینې کړي ستاسو تر اوسه پورې د غلامۍ حلقې د غاړې نه دي کښېدي چې ستراتیژیک تړونونه امضا کوو پر پیمانې ستراتیژیک باندې خبرې ورسره کوي دا په افغانانو پورې اړه لري په همسایګانو پورې نه لري زه ستا د خبرې جواب ته راځم ښه لاره د حل لاره د مشکل د رفع کېدو لاره څه شته زموږ حکومت دا خو معلومداره خبره ده چې ضعیف دی توان نه لري په فساد کې غرق دی په زندانو کې بندیان په پیسو ویله کېږي دغه زمینه خپله یو جم خارجیان دي چې په افغانستان یې د سیالیو ډګر جوړ کړی دی یو بل سره په ناکامېدو کې ځکه په ملګرتیا کې هم سره راغلي دي یو د بل په پښو وهلو کې سره پسې دي یو د بل پښې وي په افغانستان کې چې هره خبره پېښه شي هر خارجي یې پېښه کړي په هر ولایت کې هر خارجي خپل زندان لري شما طرفدار به این هستین که برای مذاکره با طالبان دولت افغانستان این زندانی ها را تسلیم شود بطره هایشان کنن؟ خدای دیو که سپه دغه زندانیانو باندې در مشکل در افغانستان السی خو زه فکر نکوم سپه دیو باندې دی السی او زه دا فکر نکوم سی دغه امریکایان یا دغه خارجیان دی دا بندیان زموږ حکومت ته وسپاری سو قدوی سو غشتره کرده است که برای دولت افغانستان همین زندانیان و خارجی ها نمسپارن دست دی دلت خو ما در طول سپه افغانستان که پا ار ولایت که ار چوک خپل پر سر بندی خپل بچی لری خپل زندانون لری سر کمیونیسی زره غواری ایلاکی زره غواری نیلاکی دغه نامې د چا پر نامه باندې تمامه ده پر امریکایانو باندې تمامه ده که دلته که د هر ممالک د هر مملکت خارجیان دلته که ښه کار وکړي که بد کار وکړي په نامه باندې د امریکایانو تمامېږي خو نن امریکایان کوم که چیرې پوهېږي چې د افغانستان یا د افغانانو سره د عنده دپاره دوستي ولري که غواړي چې دوی په افغانستان کې برلاسه سي دغه د دوی په چوکاټو کې یا د ناټو په چوکاټ کې یا د اسام په چوکاټ کې چې راغلي دي هغه دې د دغه حرکتو سه وګرځوي چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام نه پکې کېږي د افغانستان کلتور او عنعنه په نظر کې نه کې نیول کېږي یوه خبر دویم دې د دغه ملاتړ وګرځوي لکه د ایران او د پاکستان ډېر خارجیان دلته ستاسې د ایران او د پاکستان د ناشونو ارادو دلته ملاتړ کوي غواړي چې د دوی د هغو سره ملګري دي غواړي د امریکا نه بلکې د افغانستان کې د عامو خلکو په ضرر تمامېږي د عام افغانانو په ضرر باندې تمامېږي دلته ډېر خارجیان چې راغلي دي د ډېرو ممالکو داسې راغلي دي ډېر خارجیان دلته خپل شخصي ګټې په نظر کې نیولي دي هغه دغه حالات او د غوبل چې جوړ کړي دي خپله دوی جوړ کړي دي حمیدزی در پشت این انتقال مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان چی ماجرایی در کار است؟ عقب برده شما چی را میبینید؟ دست دی د دې ګام زه خپله په یو ټکي کې طرفدار یم زموږ حکومت ضعیف دی توان یې نه لري زه یې نه لري وزیر عدلیه په ولسي جرګه په مشرانو جرګه کې د خپل عذر ویلی دي چې هغه د ایران د بندیانو پرون موږ په مېز کې یو سناتور سره ورشته ویلو هغه ته دا عذر ویل چې موږ دغه د ایران زر نفره چې موږ سره تسلیموي د هغو توان نه لرو خو موږ چې د دې طرفدار یو دغه یو ټکي طرفدار یو د رښتیا هم د واقعیت خبره ده چې د بګرام په زندان کې ډېر بې ګناه خلک ناست دي ډېر تعداد باندې بې ګناه خلک ناست دي د یو د بل د اجنټ په شیطاني باندې دلته راوستلي دي ډېر خلک یې په داسې د کورو سره اوستلي دي شخصي خصومتونه دېرش کاله بدبختي تېره سوې ده د دغه یو ټکي موږ طرفدار یو چې دا فروسه افغاني سي د افغانستان اساسي قانون ته دې احترام وسي په 2014 کې موږ د 2014 کاله پورې موږ بیا د نورې نوي انتخاباتو دغه یو دا نه د کرزي خبره ده نه د کرزي د کابینې خبره ده د افغانستان او د افغانانو خبره وکیل صاحب جناب استاد حالا از دیدگاه شما در برخ مواقع هم دیده می شود که افرادی که به اتهام مختلف فسوی دولت افغانستان بازداشت میگردند در زندان ها دوسیه های اینها برای سال ها سربسته میماند و بعدش هم اینها بدون کدام سرنوشت در زندان ها سال ها را میگذرانند دلیل در چیست از دیدگاه شما و چرا اینطور است و اما اکنون همکارانم میگن که خبرهای ساعت 5:30 دقیقه آماده نشست پاسخ شما را بعد از خبر میشنویم استاد بینده های گرامی هم اکنون خبرها آماده نشست پس از خبر بیننده برنامه کاوش خبر داغ تا ساعت 6 باشید با سلام و مجدد بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون افغان نیوز هستید در بحث کنونی ما آقای محمد نعیم لالای حمیدزی آقای پوهان احمدزیانی بین و آقای نجیب الله انتظار کهدامنی با ما هستند استاد سوال خود را دوباره تکرار می کنم از دیدگاه شما چرا برخی دوسیه ها هم اکنون
برای سالها سرپت مانده است و افراد اشخاصی که متهم هستند سالهاست که در زندان ها خوابیدن ولی از سرنوشت از اینها هیچ خبر نیست. من فکر میکنم که این مسئله کاملا در شرایط فعلی نظام افغانستان کاملا وایدا هست. ضعف مدیریت، عدم مسئولیت پذیری، فساد اداری و عدم دلسوزی نسبت به آینده و سرنوشت افرادی وطن همه دست به دست هم دارن زمینه طور مساعد شده که امروز در دولت افغانستان همه در تلاش هزی هستن که بیشتر نسبت به ای که اینا راست از منافع ملی بکنن بیشتر اینا در تلاش هزی هستن که چطور بتانن خود اکمال بکنن، یعنی بیشتر افراد جامعه ما اساساً در فکر ازی هستند که چطور بتانن زمینه های بهتر برای آینده های خود اینا بازسازی بکنن. و من فکر گفتم این شود که یک شرکت سهامی ساختن از این دولت از دیدگاه شما همان یک قصه ای است؟ یعنی این کاملا یک مسئله واضح و روشن است که هم رئیس جمهور افغانستان به یمن اعتراف میکنه، هم سارنوالی و وزارت عدلیه افغانستان میکنه که امروز در جامعه افغانستان آنچه که افغانستان از مسیر اصلیش و به راه کشانده و مشروعیت نظام زیر سوال برده او حضور فساد گسترده هست. استاد از دیدگاه شما در مدت 10 سال که داد یا شعار مبارزه با فساد اداری زده میشه و همه بدبختی هایی که هم دیده میشود از همین فساد اداری در افغانستان است، چرا مبارزه جدی با این پدیده صورت نگرفت خصوصا و خصوصا در مورد زندانیان؟ مشکل همین هست که هر روزی که از عمر نظام سپری میشه به عوضی که ما شاهد بهتر شدن وضع در درون نظام باشیم، ما شاهد برتر شدن نظام، ما شاهد بی‌باوری مردم نسبت به نظام، ما شاهد عدم مشروعیت نظام و بالاخره ما شاهد تماما یعنی یک بحران عمیق که فعلا تمام عرصه های از آیات نظام با خود فرا گرفته، ما شاید یک بحران هستیم در نظام. به این اساس یعنی ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم که در همچو یک حالت در همچو یک حالت که بحران به حوج خود رسیده و مردم دیگر از کاملا به سطوح آمده در همچو یک شرایط ما چطور انتظار داشته باشیم که مثلا باید تمام گپ ها از تمام این امور کنترل به عمل بیاید، نظارت به عمل بیاید، عدالت اجتماعی تأمین شود، حق به حقدار داده شود، تمام افراد در مطابقت با قانون مجازات شود، مکافات شود. پس ما میبینیم که اینی خودش زمینه های بی‌عدالتی در جامعه خود به خود زمینه های بی‌باوری مردم در جامعه به وجود میاره. برمیگردیم استاد. آقای کهدامنی، آیا از دیدگاه شما دولت افغانستان آن توانمندی ها را دارا است که زندان بگرام را تسلیم و از آن به درستی محافظت کند؟ ببینین آزموده را آزمودن خطاست. قبلا هم برای شما وکیل سگم یاد کرد، ما هم یاد کردم که دولت افغانستان توانایی زندانی های عادی را نداره که اینا را درست نگهداری بکنه. چی باسا با یکی زندانی های القاعده بسیار مردم های خطرناکه که دستشان به خون ملت افغانستان آغشته است، از اونا توانایی زیر داشته باشه که از اونا نگهداری کنه. ببینید در کل افغانستان، در کل دولت افغانستان در فساد غرق است، هیچ توانایی رو نداره. چگونه میشه جناب کهدامنی صاحب از دیدگاه شما همین 2000 کم بیشه که در زندان بگرام زندانی هستن اینها دوسیه هایشان یک یک به دولت افغانستان برسد، بعد تحقیق درست رویش صورت بگیرد و حق به حق دار برسد؟ میبینین این یک زندان بگرام نیست، خارجی ها بالاتر از 20 زندان در افغانستان دارن. خب یک زندان بگرام است که بسیار در سر زبان هاست، در دیگه پایگاه های از اینا هم زندان های موقتی وجود داره. میبینین دولت افغانستان برتان گفت میتوانایی را نداره. امروز شما برین، وکیل صاحب محترم تشریف دارن، به زندانای ولایت کابل برین، به محبس پل چرخی برین، به هزاران نفر بیگناه اونجا بندی است، به دوسیه های از اونها رسیدگی صورت نمیگیره. امروز این دولت در فساد بسیار گسترده غرق است. محاکم افغانستان امروز ببینید شما در افغانستان یک قاضی را نشان بدین که او غریب باشه و به خاطر خدا استاد شد و با چند دوسیه محبوس بگیره و روی از او فیصله عادلانه بکنه. امروز رشوت فساد در این حکومت به اوج خود رسیده. بنان زمانی که دولت نتونه بندی های عادی را دوسیه هایش مورد بررسی قرار بده، خصوصا محاکم افغانستان چطور یه توانایی دارن که از او تروریست هایی که دستشان به خودی ملت غرق است روی از او اینا تمرکز کنن و این موضوعات فیصله بکنن؟ یک موضوع میشه که اگر یک رای
فساد جدید دولت افغانستان برای از این ستر محکمه افغانستان و قضات واز بکنه و این بندی ها را بیاره به دست از یابه تا که یاد مقابل حالا جنوب شما زمانی که دولت افغانستان نمیتونه که از این افراد و اشخاصی که در زندان بگرام یا دیگر زندان های خارجی ها بسر میبرد محافظت درست و دقیق کند، پس چرا اینقدر پافشاری برای تسلیمی اینان دارند؟ خب دولت است، دولت همیشه پافشاری خودم میکنند، نه تنها در قسمت زندانی های بگرام، شما ببینید در قسمت عملیات های شبانه هم دولت همیشه واکنش های تند نشان داده. چون دولت است مسئولیت داره، آقای رئیس جمهور فرد اولی کشور است و در مقابل مردم مسئولیت داره که باید این موضوعات آیا از دید شما در موارد دیگر هم دولت افغانستان مسئولیت خود را انجام داده؟ بدبختانه چی بگویم دیگر، هستن بعضی افراد در این حکومت که نمیخواهند کمی آقای کرزای از روزی که به حکومت تکیه زده، شما ببینید در طول 4-5 سال اول دوستای بسیار نزدیکی داشت که با او هم کار بدن، ولی بعد از اون بعضی کسایی در گرد اطراف رئیس جمهور جمع شدن، نمیخوان که رئیس جمهور افغانستان هر قدم را که میمونه او با پیروزی برسانه. دولت افغانستان هیچ گونه نتونسته در هر پروسه‌ای که دولت مداخله کرده او پروسه از بعد بدتر شده. ما شما میبینیم در کشوری که مانند افغانستان که امروز چقدر بیچارگی است، فقر است، دولت افغانستان چی کرده تانسته؟ در کل دولت افغانستان در طول 10 سال ناکام بوده. ببینید دولت افغانستان دستاورد نداره، شما امروز 4 سرک پخته و آبادی را که میبینید یک تعداد پول از پول فساد این بلند منزلا ساخته شده، این سرکا را آمریکایی‌ها ساختند. دولت افغانستان اگر برتون بگویم که جو دو مرکب هم تقسیم کرده نمیتونه واقعیت است، به خاطر که ما شما هیچ از ندیدیم که در طول 10 سال دولت یک دستاورد بزرگ داشته باشه. سپاس چی بسا با زندان و با گرفتن مسئولیت زندان ها. سپاس گذاریم آقای حمیدزی. شما من حیث وکیل مردم، آیا تا به هنوز از زندان بگرام یا دیگر زندان های خارجی ها دیدن کردین؟ اگر جوابتان مثبت است میشه چشم دیدتان قصه کنیم. دست دی زبا در خبری تا چی در زندان تا تللیم لیدل و قاتل میزینی کردی دی در خبری تا با ورست راستم اول با یو لند تفسیره پر یوشی بندی وکم. در هغه وخت پر از موږ مملکت یا د موږ اوسنۍ اداره نه جوړیږي چې دغه درې رقمه سیستم سره یو ځای نسي یا سره ورک یعنی کې یا د خلک اصلاح نسي. موږ په افغانستان کې درې رقمه چارواکي لرو. یو رقم هغه چارواکي دي چې وایي که خارجیانو دې ته حضور درلودی هر مملکت پرې ستړلي که هغه د دې پرې تړلی که هغه مملکت دلته حضور درلودی دی پر چوکۍ باندې ناست دی، نور مقصد یې د افغانانو ته خدمت نه دی، بس هغه ته خدمت کوي لګیا دی چې ششتم دیم ششتم خراب کړي. یو رقم خپله دغه اشتباه یې بولي، هر څه یې بولي، خپله رئیس صاحب جمهور خلکو ته که ولایتو ته استولي دي، که وزارتخانو ته استولي دي، د سرای د قوالي استولي دي، قوالی ورکړی دی د قوالي چې دغه ششتم ختم نه کړي. یو رقم هغه خلک دي چې په دې حکومت کې سره ډول شوي دي چې خواران د وام سره غږ نسي کولی، هر څه په سترګو ویني، هر څه حقیقت ورمعلومیږي، هر څه غلطیان ویني، د وام سره غږ نسي کوی، که مې غږ وکړي ما د وظیفې څه برطرفه کوي. دا چې دغه سیستم په افغانستان کې وجود لري، ملي ګټو ته وفادار نسي، افغانستان ته وفادار نسي، دلته افغانستان نه جوړېږي، دا په افغانستان پورې مربوط خبره وه. ورو راځم ستا خبرې ته. زه د بګرام زندان ته نور د کندهار وکیل صاحبان هم راسره وو، موږ د بګرام زندان ته دعوت شوي، ستاسو راسې دلته د بګرام زندان وبولو، موږ د بندیانو دپاره څونه اساني جوړه کړې ده. هلته په واقعیت باندې سړی به رښتیا وایي ولس ته، او خدای ته به اول خدای ته، دویم ولس ته به رښتیا او حقیقت خبره کوي. هلته چې موږ ورغلو ما بس مې ویل دی زندان مې د بګرام ویلی دی، خو هغه د کار په زمینه کې دوی کارونه موږ سره ښکاره کړل، دلته مې نجاري ورته جوړه کړې، دلته مې چش ورته جوړ کړې. هغه یو بخش، دویم بخش چې دا نه ویني نیول شوي دي، هغه موږ نه دي لیدلي. دویم هغه کټګوري بندیان چې دا په تحقیق کې روان دي، تحقیق د دې اوس تحقیق کېږي، په تحقیق کې دي. یو هغه کټګوري ویلی چې د تحقیق کس هم وتلي ول، د دوی پټو پوښتنې څه هم وتلي ول چې په کپسانو کې وو، دا غټ غټ کپسان یې ورته جوړ کړي وو، شل نفره وو، 15 نفره دا پکې شوي. دوه طرفه سر یې هم پنجره وله، بغلونه یې هم پنجره وله، خو صرف هغه یو کپس و بل کپس نسو سره لیدی. په مابیز کې داسې دیوالونه وو، ورغلو، هلته مې د بندیانو څه مې پوښتنې وکړلې، خبرې مې ورسره وکړلې د ډېرو سره. او رښتیا د هغو سره ظلمونه هم سوي وو، شکنجه سوي هم وه، بې ځایه ځورېدلې هم وه. او ډېر خلک داسې چې دغه زموږ د ولایتو خلک وشي، هلمند، روزګان، د کندهار، د زابل، په دغه سیمه داسې پسې راواخه، یعنې په افغانستان کې د یو څو ولایتو څه بغیر نور هغه د پښتنو سیمې چې دي اکثره د هغه منطقو خلک وه.
و څنګه سره خو هغه یو بخش دوه بخش امریکایانو مشته و رسید دوی د فار مج سرندوالی دلته کزای مورته جوړه کړه سرندوالان لرو ولاړو بیا د دوی کزای را ښکاره کړه د دوی سیستم چې وکړي په ګرد سرندوالانو کې یو داسې سرندوال مج نه ویل دی چې د دې خلکو په خبرو باندې پوسی یا هغه دوی د ځان سره د خارج راوستلي سرندوالانو یا د دې هغه تقاوت شوي سرندوالانو چې خپله هغه سرندوالان چې خارجیانو ورته ویل د هغو خارجیانو مطابق یې کول یعنی د بندیانو په خبرو باندې نه پوهېدل باید سرندوال په دواړو ژبو باندې وپوهېږي هم دري زده یې هم یې پښتو زده یې که د پښتون مشکل ورته پیدا شي دی باید په پښتو خبرې ورسره وکړي که د پارسي زبان مشکل ورته پیدا شي یا په دري څوک خبرې کوي باید د هغه سره او سرندوال باید چې په ټولو شیانو باندې پوه وي او په دې ژبو باندې هم قاضي دوی خپل هغه سیستم وکورکانۍ ورته جوړې کړې وي ضرورت هم د دې دی زه خپله موافقه د خارجیانو د زندان سره نه لرم که پر چا باندې دوی شک او اشتباه لري هغه تروریست وي هغه القاعده وي خو ته به افغانستان زه ښه یم افغاني ته به نو هغه د عربو هغه خلک نه شه زه په افغانانو پر مورد خبرې کوم چې افغاني تبه وي د دوی ثبوت او اسناد پر لري دوی کولی شي چې د ثبوت او اسناد سره زموږ محاکمو ته زموږ سرندوالۍ ته زموږ قضا ته زموږ حکومت ته یې وسپاري. سپاس. د شرایط کنونی از دید شما چنین چیز ممکن است؟ داسې دی دغه زمینه یک طرفه نه ده خرابه دا پوره به سړی پر یو چا باندې راچي دغه په افغانستان کې دا اوسنی غوبل چې روان دی دا ځینې ناهله چارواکو ځینې ناهله خارجیان دا په ګډه باندې دغه مضمون یې سره خراب کړی. شما همین افراد بیمسئولیتی که در برخه از ادارات وجود دارد و از جمله ارگان های زیرت باعث شده که خود خارجی ها وارد قضیه شوند و افراد و اشخاص را دستگیر بکنن و به پنجه قانون بسپارن یا چیز دیگره؟ دست دیم که خارجیان زموږ قانون ته احترام ونکړي زموږ قانون اساسي ته احترام ونکړي او زموږ د حکومت لوړ پوړي چارواکي خپله دغه قانون ته چې د قرآن کریم په رڼا کې جوړ سوی دي دې ته احترام ونکړي او هغه خارجیان چې دیموکراسي ورته وایي موږ ولسواکي ورته وایي چې دغه ولسواکۍ ته احترام ونکړي د مظلومو خوارو غریبو خلکو ته احترام ونکړي هېڅکله دې ته خارجیان هم نسي کامیابه کېدی دغه چارواکي چې اوس پر چوکیانو باندې ناست دا هم نسي کامیابه کېدی ضربه به وویني خطر به وویني د مشکلاتو سره به مخامخ کېږي یوه خبره ده یوه لنډه خبره بل هم درته کومه د دې په څنګ کې زه وایم که په زندان کې لویږي هم غریب لویږي که وژل کېږي هم غریب وژل کېږي که کور تلاشي کېږي هم د غریب کور تلاشي کېږي برمیګردیم که طالب خلک وژني هم قاتل دی که امریکایان یا خارجیان خلک وژني هم قاتل دی که زموږ حکومت وژني هم قاتلان دي او که طالب غره ته خېژي هم ظالم دی که حکومت ناکه خلک په زندانو کې اچي زموږ حکومت ظالم دی که خارجیان نه که زغلې خارجیان ظالمان دي چې دغه عمل ته موږ د پای ته کښېنږدو در هغه وخته پورې موږ جوړ افغانستان نسو لیدلی که خارجیان افغانانو ته یا افغانستان ته درسته عقیده ولري یا دوی غواړي چې افغانستان جوړ شي دغه عملو ته دې خاتمه ورکړي. سپاس گزاریم. استاد از دیدگاه شما دولت افغانستان چگونه میتواند که با تسلیم گرفتن زندان بگرام یا مسئولیت امنیتی زندان یا در کل مسئولیت زندان بگرام را بر عهده بگیرد طالبان را تحت فشار قرار بدهد آیا چنین چیز ممکن است و آیا دولت چنین میتواند؟ ببینین اگر ما به این فکر باشیم که بحران افغانستان در تسلیم گیری زندانی ها حل میشه جز بحران از دیدگاه شما این است یا نه؟ یعنی این یک فیصدی بسیار کوچکه در آوردن و تامین صلح و هم در صورتی که ما دولت افغانستان با طالب ها به سر میز مذاکره باید صلح دوامدار در افغانستان به توافق برسه هر مصالحه در میان نباشه مردم افغانستان امروز تشنه صلح و ثبات در کشورشان هستند اگر ما طالب ها زندانی های خودم میخواه مردم افغانستان هم صلح میخواه مردم افغانستان هم دیگه از جنگ خسته شده امنیت میخواه مردم افغانستان هم که خیلی خیال جالب است از دیدگاه شما اگر این زندانی ها به دست دولت افغانستان بیفتد و اینها اگر با میانجیگری برخه ها آزاد شوند آینده را شما چگونه میبینید؟ آیا نسبتاً صلح در افغانستان خواهد آمد یا نه این افراد خطرناک است دست با شبهه‌های دیگر خواهد زد؟ ببینید مسئله آوردن صلح در افغانستان بسیار یک مسئله طولانی پیچیده و بغرنج است بازی ها کاملا دوگانه است از یک طرف اینا
زندانی های سیاسی خود زندانی های خود از دولت آمریکا میخواهند و دولت افغانستان هم میخواهی زندانی ها از زندان بگرام به دولت افغانستان تسلیم داده شده، ولی از طرف دیگه شما میبینیم که توافقات در اون طرف مرزها صورت میگیره، پاکستان طالب های افغانی با طالب های پاکستانی موافقه میکنن و اینا میگن که دیگه ما این دهشت افغانی و خشونت در اون طرف مرزها را داده ما در افغانستان بزیک میشیم علی مردم افغانستان، علی دولت افغانستان، ما جهاد اعلان میکنیم و ما دولت افغانستان و خارجی ها در افغانستان از بین میبریم، نابود میسازیم و بحران در افغانستان گسترش میدیم. با همچو بازی های دوگانه که فعلا وجود داره، یعنی ما یک مکانیزم بسیار دقیق و منظم و تنظیم شده برای فردای افغانستان نداریم. آره اگر ما همین زندانی ها را تسلیم بگیریم و جمع اینقدر بحرانی که در درون زندان های افغانستان هست و ما در این بحران این بحران هم افزود بکنیم، مسلمان که ما زندانی ها را نمیتونیم آنتنان چنانه که باید شاید باید بشه ازش نظارت صورت بگیره یا عدالت به ماشون تطبیق شود. تشکر. آقای کودمانی، از دیدگاه شما در صورتی که دولت افغانستان مسئولیت زندان بگرام را عهده دار شود، از دیدگاه شما باز همچنین خواهد شد که حقوق بشر در آنجا نقض گردد یا چیز دیگره؟ و آیا چنین چیز ممکن است یا نه؟ ببینید، ما براتون اول گفتم که برمیگرده به روند مذاکره آمریکا با طالبا، و یکی از پیشرت های طالبا همیشه همی بود که باید زندانی های از اوها زندان گوانتانامو و بگرام آزاد شود. در صورتی اگر مذاکره آمریکایی با طالبا در قطر به نتیجه برسه، شاید یک تعداد از این زندانیا به دولت افغانستان سپرده شود و از طریق دولت افغانستان اینا آزاد شوند. و اگر مذاکره با طالب ها به ناکامی بینجامه، شما مطمئن باشین که یک نفر از این بندی ها را امریکایی ها رها نمی کنند. این در مقابل صلح با طالب ها معامله میشه، بندی های بگرام و یا گوانتانامو کسای دیگه که هست. این شکر طالبان دست از جنگ بردارن و صلاح خود را بر زمین بگذارن، بعد دولت افغانستان ممکن این افراد و اشخاص را رها بکنن یا قبل از آن؟ این قبل از وقت است. ببینید، بدبختانه روند گفتگوی صلح همیشه در افغانستان در طول 10 سال ناکام بوده. دولت افغانستان بارها شما دیدین که شورای را از رأس تشکیل دادن، بعد از شورای صلح تشکیل شد، همش بی نتیجه بوده. در طول 10 سال هر قدمی که به خاطر صلح مانده شده، دشمن اصلی افغانستان معلوم نشده. امروز شما فکر نکنین که یک 4 نفر طالبی که از یک قریه یا از یک جای استاد میشه، در یک جای عملیات میکنه و اونا هم پس از طرف امریکایی‌ها یا نیروهای دولت کشته میشه، اونا طالب ها هستن. تا زمانی که مشکل اساسی ما با کشورهای همسایه ما حل نشه، زمینه آوردن صلح در افغانستان بسیار مشکل است. و در ضمن شما در قسمت حقوق بشر گفتین، ببینید در تمام زندان ها امروز شما در خود زندان محبس پلوچرخی که برین، حقوق بشر پایمال میشه، چی رسا با زندان های خارجی در تحت کنترل خارجی است. امروز در زندان پلوچرخی شما برین، حقوق بشر زیر پای میشه. اصلا با حقوق زندانی ها هیچ دولت افغانستان و دیگر حکومت ها هم توجه ندارند. بدبختانه باز در افغانستان زیادتر حقوق، امروز در زندان محبس پلوچرخی شما ببینید که با طبقه اوناس بندی هایی که هستند، حتی چند قبل ما شنیدیم که بالا از اونها تا اونجا تجاوز جنسی صورت گرفته و ده ها مثال همسال ازی است. دولت افغانستان، امریکا میخواه که با ایجاد دفتر برای طالبا در قطر، اگر پروسه صلح با طالبا با پیش بره، امکان داره که یک تعداد بندی ها را تسلیم کنه. و ایره رئیس زندان های افغانستان هم آقای جمشیدی گفتن که به روند مذاکره بین امریکایی ها و طالب ها هست که اگر این روند مذاکره، یعنی از دیدگاه شما مؤثر تمام میشه. اگر ببینین، بخ برتون گفتم که همی موضوع دفتر قطر هم یک جنجالی است که امریکا خودش امروز در آستانه انتخابات قرار داره و جنگ افغانستان و جنگ عراق میراث دولت بوش است برای حکومت اوباما، و اوباما میخواد که برای مردم امریکا این نشان بده که ما جنگ افغانستان و عراق ختم کردیم، شما در جریان هستین که از عراق در کل همین کمپین انتخابات، و اگر شما فکر میکنید برای صلح و ثبات در افغانستان ممکن تمام نخواهد شد. نخیر، تا زمانی که با کشورهای همسایه افغانستان روی صلح بحث صورت نگیره، موضوعات کلیدی که ما با اینا داریم حل نشه، این تمام این موضوعات که شما میبینین این مربوط میشه به کمپاین انتخاباتی اوباما در امریکا. برمیگردیم جناب وکیل صاحب، از دیدگاه شما بیشتر نقض حقوق بشر در زندانهای داخلی که تحت کنترل دولت افغانستان صورت میگیرد یا در زندان های خارجی ها؟ دست دیگه ارتو گروه پدوارو که در ادغسته خود در خارجیان پاقی که دیر دی
د افغانانو په زندانو کې خو چون کې دوی در نظارت لاندې دي هر څوک کولای شي چې ورسې دغه څه لیدل وکړي خو بالخصوص وکیلان ورځي میډیا ورځي ټول خلک ورځي دغه څه لیده کاته کوي او د خارجیان راغلي ته خو څوک نور پرېږدي که ورځي دوی خاص ترتیبات ورته نیولې په دعوت سره ورځي زه اخري د یو لنډې خبرې ته دغه کوم چې موږ افغانان نور ملي یووالي ته ضرورت لرو چې ملي یووالی او ملي روغې جوړې ته ضرورت لرو چې ملي روغې جوړه په وطن کې راسي د دغه بدبختۍ څه نور که خارجیان کوي که همسایګان کوي د دې څه موږ ځان خلاص کړو او خپل رئیس جمهور ته وظیفه کار ده چې نور در د مطبوعاتي جنګ څخه ځان راوباسي چې نن د امریکا سره په جنګ اخته سبا د همسایګانو سره اخته خاص د میډیا د لارې د ږغونه پر کوي او دا ږغ یې هم د تاثیر سره او د هغه خلکو مشورو ته د نورو که دوی غواړي چې افغان ارام افغانستان ولري نور د هغه مشاورینو مشورو ته غوږ نه نیسي چې دی یا د خارجیانو سره په ټکر کې واچي یا د جهانیانو سره په ټکر کې واچي نور د دوی د هغه خلکو مشورې ته غوږ ونیسي که سیاسي ټولنې دلته په افغانستان کې موږ سیاسي مشران لرو که کفار لرو که نور داسې شخصیتونه موږ په افغانستان کې لرو د دې سره د نور د مشورو د سلاسه کار واخلي په کوم وخت کې چې زموږ په خپل کور کې مشکل حل کړو هیڅوک زموږ په کور کې مداخله نشي راکولی نور نن افغانستان دې اندازې ته رسېدلی او ژوند نوم دې اندازې ته چې یویشتم کرم دی نن دې ته ضرورت دی چې نن ټول افغانان سره نوبزي په اتحاد او اتفاق سي د دې طلایي چانس سي چې دغه څو مملکت خارجیان دلته راغلي دي د دې سي استفاده وسي زموږ مملکت جوړ سي موږ ښه خوشحالي ولرو موږ د افغان د همسایګانو سره مو موقف معلوم دی د خارجیان نور د لرې خارجیانو سره زموږ موقف معلوم دی زموږ د حکومت موقف معلوم دی نور د دغه بدبختۍ ته موږ د پای ټکی کښېږدو که نه یې دوه کاله بعد به نه دغه اوسنی افغانستان وي نه دغه اوسنۍ اداره به وي د لسو د 2014 کاله به څه د 2024 کاله د پورې دنیا د افغانستان په مورد کې یو تصمیم سپاسګزارم استاد اگر این زندانی ها تسلیم دولت افغانستان یا این زندان تسلیم دولت افغانستان گردد فکر نمی کنید که باز هم زمینه واسطه بازی در بین این زندانیان زمینه آزادی اینها توسط پول و هم زمینه فرارشان فراهم گردد ما ببینین اقایق یک دهه نشان داده که اصلا امکان همه حرفایی رو که شما گفتین یک آیک وجود داره چرا؟ برای از اینکه ما بارها شاهد قضایا در افغانستان بودیم و ما به اطمینان کامل گفته نمیتونیم که واقعا ای زندانی ها بالای کلشان به شکل یکسان عدالت تطبیق میشه و واقعا اینا به شکل عادلانه مورد مجازات و یا مورد بازخواست و پرسش قرار میگیرن شاید چون جامعه افغانستان پر از مملو از این روابط است امروز جامعه افغانستان بیشتر بر روابط استوار است تا به ضوابط اصلا اگر ما جامعه که قانون من می داشتیم که بعد بنیاد ضوابط استوار می بود ما چرا اینقدر با مشکل مواجه می شدیم بیشتر روابط شامل است تشکر آقای کهدمنی از دیدگاه شما رای حل چیست رای حل به دست خود اینمی امریکایی است اگر خواسته باشن اینمی رای حل تمامی موضوعات پیش خود از اوناست و همچنان دولت افغانستان ببینید دولت افغانستان اگر قضات افغانستان در طول چند سال میتونستن دوسیه های متهمین کوچک بررسی بکنن و اینا را رها بکنن میتونستن امروز این مسئولیت هم بگیرن و در قسمت یک پول ایجاد یک پلیس خاص یک پلیسی که واقعا امنیت زندان ها را گرفته میتونست این امکانات وجود داشت ولی فعلا ما که میبینم در شرایط فعلی راه حلش نگهداری نمی زندانی ها توسط نمی خارجی ها سپاس تشکر دیدگاه شما در این مورد چیست جناب وکیل صاحب راه حل چیست از دیدگاه شما با توجه به اینکه این زندانیان توسط واسطه رها نشن توسط پول رها نشن و هم فرار نکنن به این راه حل را شما چی بینید در قانون پر ځان تطبیقول د خارجیانو د افغانستان قانون ته احترام لرل نور په دغه قانون کې د ټولو د هر چا مسؤلیت معلوم دی د هر چا صلاحیت معلوم دی ټول په دې باندې پوهیږو د افغانستان قانون لري هغه قانون چې د قرآن کریم په رڼا کې جوړ شوی دی چې ټول دې قانون ته احترام وکړي که زموږ حکومت یې که خارجیان یې ټولو مشکلات حل دي او هغه قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوی دي هغه قوانینو ته احترام وسي نور د افغانستان مشکل حل دي دا مشکلات غیر قانوني حرکت وکړي استاد اگر شما دیدگاهتان را خیلی کوتاه بگویید که رای حل چی بوده میتونه با توجه به شرایط کنونی در افغانستان ما
در این مورد با جناب وکیل صاحب موافق هستم که تا زمانی که در افغانستان حاکمیت قانون تحقق پیدا نکنه و ما صاحب یک نظام قانونمند نشیم و بر بنیاد قانون در ما گفتم اینطوریم که تطبیق قانون و یا بهترین حل اگر ما نتونیم حاکمیت قانون در جامعه تطبیق بکنیم مسلما که در خلاف از او انارشی است. تشکر. سپاس مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه امروزی یا امشام کاوش خبر داغ. بیننده های گرامی از شما همچنان سپاس که تا این دم بیننده برنامه کاوش خبر داغ بودید. اما باز هم فراموش نکنم که با توجه به تماس هایی که با وزارت محترم عدلیه داشتیم تا اینجا یکی از نماینده های خود را بفرستند. اونها گفتن که این مسئولیت وزارت داخله است. بعد با وزارت داخله تماس گرفتیم تا یکی از کسانی را که پاسخگو باشند بر اینجا بفرستند. اونها گفتن که این مسئله وزارت مربوط به وزارت محترم دفاع است و با اونجا هم که تماس گرفتیم سرانجام کسی حاضر نشد در این میز. تا دیدار بعد، خداوند یار.